درود به علاقمندان ورزش، علاقمندان سود پلاس. بسیار خوشحالم خدمتتون هستم. با افتخار خدمتتون عرض بکنم که امروز توی رسانه های ایرانی خبری دیدم، خبر جالبی بود و در نوع خودش برای استرالیا مهم بود. اینی که علی سامره سرپرست جنجالی تیم فوتبال استقلال از سمت خودش استعفا کرد. توی صفحه خودش هم یه دلنوشته، یه غمنامه، یه مطلبی نوشته بود و اعلام کرده بود دیگه جای موندن نیست و باید رفت. دعوایی که بین ایشون و جواد نکونام بود مدت‌ها ادامه داشت، بالاخره در نهایت با مغلوب شدن علی سامره و اینکه اون مطلبی که خودش هم نوشته بود، واقعا معلوم بود که دل بسیار پری از جواد نکونام داره و رفتن و به موندن ترجیح داد و اعلام کرد که موندن دیگه جایز نیست و اگه من برم شرایط بهتر میشه و یه جورایی تلویحاً اشاره کرده بود که با جواد نکونام کار کردن بسیار سخته و در نهایت از جمع آب پوشان جدا شد. بعدش هم خبری اومده بود که علی خطیر مخالف بوده با این استعفا و اعلام کرده که استعفای بی موقعی بوده و نباید ایشون میرفته. اما علی سامره تو سابقهش هم که نگاه بکنه جای مختلفی که بوده اونجا حاشیه کم نداشت. مثلا تو همه آکادمی باشگاه استقلال که بود با حسن روشن یه زمان سرمربی تو تیم امیدای استقلال بود. همین چند وقت پیش آقای روشن اعلام کرده بود که به هیچ عنوان صلاحیت نداره علی سامره توی جایگاه مثل سرپرستی استقلال باشه و رسما ایشونو متهم کرده که در زمانی که در آکادمی بوده و در تیم امید استقلال از خانواده ها پول میگرفته و بازیکن رو وارد تیم میکرده و یه جورایی ایشون رو پولکی قلمداد کرد و بانباز. اما نکته ای که مهمه اینه که جواد نکونام نشون داده که به هیچ سیستمی خودش رو تن نمیده و در نهایت دوست داره خودش پادشاه اون اقلیم باشه و دعواهایی هم که با علی خطیر داشت و همه اون شاهدی و الان آتش زیر خاکستره، ولی یه مغلوب داشت، یه قربانی الان داشت، علی سامره رو داره نفر بعدی ببینیم، بعد ببینیم کیه. اما این مطلبی که علی سامره اعلام کرده و گفته بود که جای موندن نیست و عزت رو به ذلت ترجیح میده، این جای تأمل داره، جای تعمق داره و نشون بده که تو باشگاه استقلال چه خبره و بین جواد نکونام و علی سامره چه گذشته که سرپرست باشگاه استقلال الان اعلام میکنه که اگه بمونه دیگه عزتی براش نمیمونه و در نهایت رفت از استقلال. باید ببینیم که روزهای آینده چه خواهد شد. اما این چیزی که من الان دارم میبینم، گفتم دعوای علی خطیر و جواد نکونام آتش زیر خاکستره و قطع به یقین اگر استقلالی ها نتونن این داستان ممنوعیت گرفتن بازیکن توسط فیفا رو، خودشون که میگن مشکل حل، اما بسیاری دارن اشاره میکنن که استقلال از سه پنجره نقل و انتقالاتی محروم شده و نمیتونه تا زمستان آینده بازیکن بگیره. اگه این اتفاق عملی شده باشه و قطعی باشه، مطمئن باشه جواد نکونام و علی خطیر دعواهای شدیدتری با هم خواهند داشت و اونجا اتفاقات عجیب و غریبی هم رخ خواهد داد، چون هم مدیر عامل استقلال به دنبال حاشیه و جنجاله و هم جواد نکونام نمیخواد از موضعش به پایین. من یه بارم اشاره کردم دو تا پادشاه در یک اقلیم نخواهند گنجید، به خصوص اونی که این دوتایی که الان اسپردم دوتاشون میگن ما رئیسیم. یعنی داستان عجیب و غریبیه و در نهایت علی سامره هم که رفت و جواد نکونام رو تلویحاً متهم کرد که با کسی نمیتونه همکاری بکنه و خیلی دوست داره که رئیس باشه. دمتون گرم، شب و روزتون خوش.